Parashaye Haye Sara Baracha Shot. Rasidim be Parashay Toldot. Midenim ke Abraham Dastanish Parashay Lech Lachavut Vayera Vahaye Sara. آخر حیه سارا می فرماد که ابراهام در سن 175 سالگی کشف از دنیا بست تا آخر عمر چشماش عینک لازم نداشت دندانهاش دندان سازی لازم نبود بره گوشش سمک نمی خواست کاملا سالم فقط موهاش سفید بود بس اونم خودش خواسته بود ابراهام خواسته بود به هشم گفت که هشم من و اسحاق کامل به هم شبیه هستیم هر دو موها ما سفید سیاه ریشا ما سیاه صورت ها ما صاف بدون هیچ چین و چروکی مردونی بدنن که کدام ابراهام و کدام اسحاقه نمیدنه اسحاق باید یه مجلسی نشستن پیر مردا صورت ابراهام و صورت اسحاق یک جور بود کاملا شبیه بود ما اسحاق میاد یه مجلسی نشستن پیر مردای 150 ساله بخیال این که این من هستم درست بلند میشه یا به عکس من میرم مجلسی مردم جوان ها بی خیال که من اسحاق هستم جلوپم بلند نمیشن پس یه فرق بگذر که فرقی باشه بین پیر و جوان اشی فرمود باشه سال خوبیست از خودت شروع میکنم یک صبح ابراهام از خواب بیدار شد به چشای نگاه کرد سفیده آینه نگاهد ماش سفیده این بود علامتی که معلوم شد جوان موهاش سیاس پیر موهاش سفیده این ابراهام خواست تو موقع نبود پیری اول تولد میگوید ال تولدت اسحاق بن ابراهام این است تاریخچه زندگی اسحاق بن ابراهام یعنی اسحاق پسر ابراهام بعد همونجا میگه و ابراهام ولیدت اسحاق ابراهام تولید کرد اسحاق را یعنی پدرش بود زیادیه بعد بدانیم که تورای ما یک کلمه یک حرف یک نقطه کم یا زیاد نمیگه اگر یه وقتی یک مطلبی زیاد بود این به خود نیست حتما یک مفهومی داره داستانی هست که پادشاهی بود خیلی مقتدر خیلی با عظمت یک پسر داشت دو سه ساله این عمرش دیگه به آخر رسید به آخر رسید به خود فکر کرد که من میرم ولی عهد من دو سه ساله است نه عقلی نه تجربهی نه قدرتی داره میخورندش فردا بیچارش میکنن هر جا ازش میگیرن به بیچاره میشه چیکار کرد؟ آمد یک کاخ ساخت یک کاخ تازه دیواراش رو کلوف گرفت اما تو دیواراش جا به جا حفری گذاشت تو دیوارا ایشان پوشانی به خاطر اون حفره یک کمی
برجسته بود یا فرو رفته بود دیوار اینا پر کرد جواهرات طلا نقره بود هیچ کس نمیفهمه هیچ کس نفهمید که اینجا چی داره پادشاه که مرد پسر تنها بیکس خوردندش هرچی بود مردن همین کاخه را خالی کردن هرچی فرش هرچی فرش تابلو میز سلون همه را برده لخت لخت شد این پسر بیچاره به مشدت زحمت کار کردن زندگی کرد تا بزرگ شد بزرگ شد 17 ساله شد به خود فکر کرد که پدر من خیلی عاقل بوده چطور ممکن برای من چیزی نگذاشته باشه بعد ببینه اما تو کاخه حالا خالی که دیوارها صاف نیست بعد جاها برجسته است بعد جاها گوده این چیه؟ یعنی چی؟ دیوار باید صاف باشه ببینید نه صافه صافه این چرا اینجوریه؟ پدر من معمار بی خودی آورده برنای نادان آورده که نه یه حتی حکمتی هست شکافت یک این برجسته گیره دیو حفره هست توش پر طلا و نقره و جواهرات که گودی بود شکاف همینطور پس فهمید این گودی ها و بلندی ها بی خود نبوده درش گنج بوده این مثاله تمثیلش، نیمشالش، سرای ماست سرای ما ببینیم بلندی داره، گودی داره یعنی چیزای زیادی ظاهرن داره، ظاهرن زیادی داره چه کم داره به حکمت نیست همین زیادی و کمی ها توش گنج ها نهفته که میگوید اسحاق بود پسر ابراهام ابراهام بود پدر اسحاق او را تولید کرد برای زیادی؟ نه زیادی نیست لازم بود که بگی برای اینکه از گیتم بیاد یک شب ابی ملخ سلطان فلسطین ساره را برد در کاخ خودش چون ابراهام میگو این خواهر منه بردش که بهش عروسی بکنه اما همون شب دچار دردی بسیار وحشتناک شد ادرار بند پروستات ادرارش بند آمد خیلی به خود پیچید ناله کرد بالاخره ابراهام صدا کرد از یک گله کرد چرا گفتی خواهر منه بیا زنتا ببر من دست بهش نزدم اصلا برم تفیلا بخوام ابراهام تفیلا خوان تا درد ابی ملخ و کسانش خوب شد اما همون یک شبی که سارا خانه ابی ملخ بود مردان مزخرفگو مردان بی تربیت می گفتن که سر حامله شد سر که حامله شد این حاملگی مال ابراهام نیست مال ابی ملخ بچه که بیان مال ابی ملخ اسحاق دنیا آمد دنیا که آمد دیدن قیافه این بچه درست عین قیافه ابراهام کاملا یعنی هر کس که اسحاق رو میدید میگوید پدرش ابراهامه اینا کاملا شبیه هستن حالا هشم کاری کرده که این خیلی خیلی مهمه که پسر با پدر شبیه باشه اغلب میبینید
بعضی اوقات شباهت خیلی زیاده بین پدر و پسر خیلی زیاد چیه؟ این خدایی نخواسته؟ خدایی نخواسته دنیاست پیش میاد یک زن زنا کرد با مرد دیگری دو شوهرش هم خام شد پسری آورد این حرام زاده است ولی هشم کاری کرده که معلوم بشه که حرام زاده میبینین که این شبیه پدرش نیست اصلا شبیه مرد همسایه است که رفیق زنی بوده ها مرد همسایه معلوم شد همین ناشباهتی معلوم کرد که این بچه مال همسایه است کام شد اینجا هشم کاری کرد که زبانهای بدگوها بسته بشه جوری اسحاق را کاملا شبیه ابراهام آفری که هرکس که میگه میگفت این پسر ابراهام این پسر ابراهام اسحاق 40 سالش بود که ریبقا را گرفت خوشحال خورم چون دید که مثل مادرشه صدیقته عشقت حیله کشراست وقت دیگه از غم مرگ مادر تسلی پیدا کرد چون در 3 سالی که از مرگ مادرش تا عروسیش همه را گریه میکرد همه را بر مرگ مادر این وقت را که گرفت دیگه نه این مثل مادرشه تسلی گرفت خوشحال یه سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گذشت از حاملگی خبری نیست 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال مرتب سالا میگذره خبری نیست به این نازایی 19 سال توی کشید 19 سال کم نیست انشالله که هیچ در اسرائیلی از اولاد محروم نباشه اونا که دارن هشیم نگه داره که ندارن هشیم بهشون بده حالا ما ببینیم سارا مادر ما خیلی سارها 75 سال نازا بود دیبغا 20 سال راحل 8 سال بکی بیشتر هنه نویا نازا چقدر تفیله ها و گریه ها و زاری ها و صداقه ها سارا کرد تا این اسحاق دنیا آمد همینطور ریبقا راحل و هنه به آسانی دارای اولاد نشده چرا هشم اینا را نازه میکنی؟ خب برای خیلی هشمی خودی نیست در دنیا هیچ اتفاقی بی خود نمیفته چون هشم میخواست که اینها گریه ها بکنن تانیت ها بگیرن تفیل ها بخونن صدقه ها بدن میسوه ها بکنن تا اون اولاد که دنیا میاد کاملا صدیق باشه همینطور هم شد اسحاق صدیق کامل دیدی یوسف که دیگه معلومه حالش یعقوب میشناسید چی بود شمالن ناوی یه ناوی بود حالا ریبقا نیست 19 سال حامله نشد ای تفیلا خودش میستاد این طرف اتاق ایستاد این طرف اتاق تفیلا میخوام ده شب و روز با گریه و زاری تا بالاخره بعد از 19 سال تا
تفیله ها قبول شد و ریبقا حامله شد حامله چهار پنج ماه شش ماه که از حاملگی گذشت چه عجیبی دید دید هر وقت رد میشه جلوی بتخانه تو شکمش تقلا میشه چی میخواد بسه بیاد بیرون بیاد بیرون این بچه ازل بتپرسته میخواد بره بتخانه یعنی چه؟ من؟ بسی بتپرست؟ از جلوی بتمید راش رد میشد باز همینجور تقلا تقلا میخواد بیا بیرون چه بچه یه؟ هم خدا پرست هم بود پرست لما زنوخی من چرا اینجوری باشم باید بپرس این چیه روش نیامد از ابراهام بپرسی محجوبه بود روش نیامد از شوهرش بپرسی رفت یروشلایم در بتمیدراش شم و ایبر نابی بودن شم کی بود؟ پسر نوح ملکی سده پرسید این چی من در شکم من اینجوری مذهب عذیت هم میکنه خیلی شم از هشم پرسید هشم گفت بگو بهش ریبقا یه بچه نیست این دوتا بچه هسته دوتا یکی طبعاً به دین و مذهب علاقه داره او یکی به عکس فاسد میشه قوب نمیشه بریبقا از یه طرف خوشحال شد از این طرف ناراحت شد چه باید اینطوری باشه بالاخره نه ماه و نه روز تمام شد درد گرفت ماما آوردن و بچه ای دنیا آمد پسر ولی تمام بدنش پر از مو مو میشه باز پر مو دندان هم داره تو دهانش دندان داره تو دهانش میشه آدم بزرگ هنوز خارج نشده این دست آمد بیرون دست آمد از پاش حساب گرفت از پاشه این بچه گرفت دیروز دیدیم که ریبقا بعد از تحمل ماها رنج آبستنی وضع حمل کرد و دو پسر آورد اولی تمام بدنش پر از مو بندانش هم کامل بعد از او دیگری دنیا آمد سرخ و سفید خشنگ خوب از پاشنه اولی گرفته اسم اون که پرمو بود به کامل بود گذاشتن عصاب از کلمه آسوی میاد یعنی تکمیل شده همه که درست شده دیگه اون یکی چون از پاشنه گرفته بود عبری هم عقب میشه پاشنه شد یعقوب یعنی پاشنه گیر معروف شدن به عصاب و یعقوب اینها این دو بچه
خوب رشد کردن بزرگ شدن ولی دیدن که از حیث اخلاق و صفات فرق زیادی هست بین این دو برادر معمولاً دو قلوها به هم شبیه هست هم از قیافه هم از صفات و اخلاق هم از شخصیت اینجا کاملاً به عکس بود حساب شروع بود شروع قلدور دوستاش اذیت کنه اما یعقوب سالم بیازار راحت مؤدب عصاف دوست داشت بره صحرا با تیر و کمان بزنی پرنده ها حیوانات را یعقوب می نشست در به تمیدراش به مشغول تورا می شد و اینا همطور بزرگ شدن عصاف خیلی زرنگ بود خیلی حراف بود خیلی مکار بود این دایی است این دایی دوار این بود که میتوانست چطوری توجه پدر را به خود جلب کنه یعنی به دینداری تظاهر میکرد از پدر سوالات دینی میکرد به در احترام پدر بی حساب مراقبت میکرد که میگن در دنیا هیچ انسانی به اندازه حساب فرمان کبد اتعابیخار انجام نداده و اگر میبینی در این قرنهای گذشته صدها پادشاه از اولاد عصاب برخواستن این به زخوت میسوای کی بود آب بوده که انجام میداده عصاب میگید که اولا عصاب زرنگه خیلی زرنگ ثانیاً اون احترام میکنه ثالثاً سوالای دینی میکنه از این بچه خیلی خوبیه خیلی خوب مورا دوست دار ببخشید من این یعقوب احترام نمیذاشته میگرفته او نه مثل او اون زیادروی میکرده مثلا به مادرش میگفته که برای پدر تو خوراک نپز من میپزم در پختنم خیلی ماهر بود اش خوب خوراک هایی میپوند این دوتا به هم دیگه اختلاف داشتن اما ربقا یعقوب را دوست داشت چرا؟ اسحاق خودش ساده بود ساده صدیق در بین صدیقین بزرگ شده بود نمی فهمید که مکار چیه ایلگر چجوریه خیال میکرد حساب راست میگه هرچی هست همونه که میبینیم میگوید به این حساب ایش ساده به این حساب ایش سعید ایش ساده دوتا ایش هست همه یعقوب یک ایش اشتام یکی به حالی چون عصاب دو شخصیت داشت دو شخصیت به ظاهر خیلی خوب اما در واقع بد دوتا ایش اما یعقوب نه قلب و زبان یکی چون اسحاق خودش ساده و صدیق بود با مکاران سرکار داشته بود نمی فهمید که این عصاب دو
دروغ میگه اما ریبقا در محیطی بزرگ شده بود همگی اهل مکر و حیله و فن بودن تشخیص میداد که عصاب دروغ میگه اما یعقوب ساده است بزرگ شدن تا رسیدن به سن 15 سالگی تا اون روز ابراهام زنده بود اغلب یعقوب میرفت پیش ابراهام که از او تورا یاد بگیره و ابراهام یعقوب را خیلی دوست داشت اما عصاب با این کارا کاری نداشت و اینکه روز فوت ابراهام فرا رسید از آدم تا ابراهام تا یعقوب مرگ سخت نبود کسی رنج نمی کشید بیمار بشه بعد بمیره هیچ آدم ریشون 930 سال عمر کرد نوح 950 سال عمر کرد به توشله 969 سال هیچ وقت نه چشم درد گرفتن نه دندان درد نه شکم درد نه هیچ سالم سالم چون بنیه ها خیلی قوی بود هیچ نوع میکروبی ویروسی بر اینها مسلط میشد اینکه بیماری میشده فقط چی بود؟ وقتی که مرگ فرا میرسید نشستن سالم سالم صحبت میکنن یک عدسه میزدن تمام شد یعنی عدسه مبشر مرگ بود عدسه یعنی مرگ اگر امروزه کسی عدسه زد میگه خیر باشه چه میگه خیر باشه چرا میگه خیر باشه یعنی اون عدسه مرگ نباشه خیر و خوشی باشه ابراهام میگه نشسته بود عدسه زد و به خواب ابد فرو رفت همه عزادار اسحاق ابقا مردم شهر اسماعیل بچهای اسماعیل همه قرار شد که فردا برای ابراهام بگیرن تشییع جنازه در این روز تمام مردم شهر مغازه ها را بستن کارها را تعطیل کردن که شرکت کنن در میسوای لوایا میسوا خیلی مهمه بدرقه کردن مرده خیلی اهمیت داره برای آدم میبینه که این شخص چقدر عمر کرد خوشی های حالا کجا رفت رفت تمام شد پس منم همینطور بالاخره باید بریم یادش میاد و از عوان اگر داره تشبا میکنه ولی اون روز تمام مردم شهر آمدن به جنازه اسحاق و اسماعیل بلند کردن تابوت پدر را و او را بردن در مقابره مخفلا پهلوی قبر سارا او را خواباندن اسحاق آمد خانه خب دیگه اولدار بود مردم آمدند برای که بهش نامه بدن سری بگن هلاخایی داریم که شخص آول در روز اول آولش نباید
از مال خودش خوراک بخوره بعد دیگران براش بیارن قومی، خیشی، همسایه، دوستی اون روز یعقوب گفت من میخوام این میشتر انجام بدم پخت آش عدس این از که هم امروز هم برای آبلدار عدس میپزن چرا عدس؟ چون عدس گرده بعد بهش تخمور بدن تخمور چون گرده یه بینید که بله دنیا هم گرده چرخ میخوره مراتب میگرد میرو میاد میرو میاد انسان ها میان انسان ها میرن میاند و میرن میچرخن و یعقوب داشت میپرد عصب کجاست؟ عصب کجاست؟ صحرا بود تمام مردم آمدن به احترام ابراهیم و عیسی جمع شدن عیسی رفت صحرا در صحرا دو جنایت کرد یکی به یک دختر نامزد تجاوز کرد و دیگر نیمرود دوم را کشت نیمرود دوم کشت و چند تا سربازار و لباس او را قصب کرد و فرار کرد چون عقبش میدویدن که بگیرندش اینم خیلی چابک بود به سرعت دوید تا خانه تمام راه را دویده بود خسته و بیحال شد خسته و بیحال آمد تو آشپزخانه بوی شنید بو عدس بوش خوبه همینطور افتاد دو زمین چشمای خوب کار نمی کرد دید توی دیگه یه چیز قرمزی هست روی بزم یه چیز قرمزی هست گفت یعقوب من حال ندارم قوت این که بیستم ندارم همینطور که خوابیدم از این دوتا قرمزه ها به توی دهانه من یعنی عدس قرمز با یعین قرمز چون با حسی به آوه یعین بدن در روزه اولش با یعین بدن تخم مرغ و یعین و عدس یعقوب مدت ها بود قصه میخورد که چرا عصاب اولزاد باشه چون تا قبل از این که کهن ها بشن خدمتگار هشم اولزاد ها بودن که باید هستی دوخان برن هموسی بگن نمارخ بگن و غیره اما عصاب اهل این کاران نبود یعقوب میگه آخه چرا بایستی یه چنین شخصی بخور باشه ای کاش من بوده حالا فرصت پیش آمد تو به عصاب خوراک میخوایی؟ اینجا که گداخانه نیست خوراک مفته نیست تو چی میخوایی در مقابل؟ پول؟ گفت نه امتیازات اولزادی را به من بده تا به ایت خوراک بده گفت تو بیکاری من را گرفته بزر حال اولزی فایده چیه؟ صبح زود از خواب برخیزم تفیلا بخونم نسیلا بگیرم هموسی بگم نوارخ بگم اینا چیه؟ نمیخوام بیا برای تو برای تو گفت نه حرفی نمیشه من کتبی میخوام خیلی خوب بیا بنویس محال ندارم بلنشم کاغذ بیارم به من میارم کاغذ آورد نوشت این جانب عصاب فرزند عصاق و رفقا
نبی ابراهام و سارا در این دقیقه فروختم به یعقوب برادرم تمام امتیازات اولزادگی را. خیر شدی؟ امضا کن. خیر شدی؟ بله. خیر شدی که خری؟ امضا کرد. اونجا که اونجا بودن شهود امضا کردن، شهادت دادن. بعد اینو گرفت یعقوب بهش نفقه اصل داد، عدس داد، نانم داد، خوراک دیگه هم داد، یعین هم داد که میگه بیو خل خورد خوب بیشت نوشید. چی نوشید؟ یعین. وقتی سیر شد برسه نشست. یعقوب گفت عصاب ممکنه فردا روزی بگی من بی حال بودم، در حال ضعف بودم، مغزم خوب کار نمی کرد. یعقوب از خرخری من گرفت و مرا فریب داد و از من گرفت اول زادگی را. میخوام نشان بدی که نه، تو سرحال هستی. میدانید که در وصیت نامه یک فرمول داره، اول می نویسن این جانب فلان کس در حال سلامت بدن و سلامت فکر و عقل کامل و غیره و غیره. وقتی قید می کنن که نگه این بی حال بوده، بی خود نوشته، نفهمی که نوشته. همینطور تو هم ممکنه بگی نه، من پشیمان نیستم. و یعقوب بلند شد بایستاد و یه لخ را رفت و ببین نه و دیگه را میره. و ای وز اصابت بخورا، مقام اولزادی را اصاب تحقیر کرد، خار کرد. به چی؟ به چی فروخت؟ به یک مشت عدس. عدسی به قول ایرانی می عدسی صبح ها میپختن عدسی، بوشن بده میشه از وقت گیر میکن. در شیران دو چیزی خیلی بود، یه شلغمان کچکم کچی کن شلغمان های از وقت گیر میکن، یکم عدسی ها و دیگه چیز دیگه هم بود، کلی پاچه و سیرابی نم بود، این هم میشه بود کالبیوی هم بود بلند آره بود، بلند میشه. خب تمام شد. از این واقعه گذشت 51 سال. 51 سال عصاب 40 سالگی زن گرفت، یکی نه، دوتا نه، بعدا شد 3 تا، بچه هم آورد. همین کارش شکار و سید و پدر گول بزن و اینا. ما یعقوب کارش لیمود تراخاندن پیش شم به عبر تا شدن 63 ساله. اسحاق شد 123 ساله. چون اسحاق 60 سالش بود که اینا را به دنیا آمد، حالا هم 63 گذشته، 123 سال. صدا کرد اسحاق را، اسحاق گفت اسحاق. آدم معمولاً یا به اندازه پدرش عمر میکنه یا به اندازه مادرش، اما حوالی مادر من 127 سال عمر کرد، الان 123 سال دارم. ممکنه همین روزا بالاخره مرگ برسه. من میخواهم برخایی را که پدرم را برخا کرد بدم به تو که تو اول زاده هستی. میخوام بری صحرا از این آهوهای خوب شکار کنی بیاری
برای من خوراک بپزی خوشم بیاد تا برخات کنن حساب گفت به به بیشتر یعقوب 50 سال زحمت را کشیده تورا را خواندی حالا من کیفه را کردم برخار کی میگیره؟ من رفت اتفاقا دیبغا شنی ایساق چی گفت به ایساق که میخواد برخواه کنه ایساق را گفت اگر این عنصر برخواه هم بگیره یه دنیا تمامه نه من نمیگذارم در اون موقع یعقو تو به تمیدراش بود دید که زدن اینجاش که قلام ها بود نوکرا بود گفت یعقو بلاش بیا مادرت بدکاره فوری داره چیکار داره؟ نمیداره بیا اما گفت مادر چی میخوای؟ گفت این پسر پدرت میخواد عصاب را براخا کنه که اولزادیه ولی نمیدانه که تو اولزاد خریه برای خریدی ازش مالت به تو میرسه براخا به تو بده اما این ناکس نگاه که مال من نیست این اول زادی مال یعقوبه میخواه برخواه بگیره نه باید تو بری بگیری که من برم بگیره که تو گفت باید ببینی که من اصاب اول زادی هستم میگه میشه چه نیشیدی من فراموش کنم که سالها بود که عیسی نابینا بود نابینا نمیدید هیچ خانه این شد تو خانه بود اما تو خانه بود گفت که مرا نمیبینه اما از صدا میشناسه چه میدانیم این که ما 5 حس داریم اگر یکی این حس از بین بره اون بقیه قوی میشن آدم نابینا گوششان خیلی تیزه شامشان خیلی قویه گفت خب پدر من رو میشناسی؟ صدای من میشناسی؟ گفت نه برو فوراً دوتا بزغاله بیار شهیتا کن خودت من زودی کاشر کنم قضایی که پدر خیلی دوست داره بپزم ببر براش گفت من اصاب هستم براخر رو بگیم گفت نه ماده من نمیرم پدر من رو میشناسی؟ به جای براخا دلا نفرین میکنه گفت برای من برو گریه کرد یعقوب نمیخوام برم با نمیخوام نه باید بری هیچ بالاخره یبقا پخت گوشت بزغاله ها را بزر تو سینی نان یعین مخلفات تا دست تو سینی تا دست یعقوب گو برو بابا مادر خواهش میکنم مرا معاف کن گو نمیشه برو از عقب حولش داد برو جلو برو سیده مده در ازد ساق گفت که کیه گفت آنوخی من هستم که به سب کرد گفت اصاب به خوره خواه اصاب اولزاده نخواد دروغ بگی گفت ای پسرم تو هر روز طرف عصی میام دید الان تازه زهره به زودی آمدی آخه خدای تو به من کمک کرد زود توانستم پیدا کنم گفت که به خودش گفت یعنی که حساب همیشه میگفت من خودم میکنم من خودم نمیگفت هشم این که میگه هشم بیده بگیره ببینه حالا رقا چیکار کرده بود پوسه بزغاله را بسته بود اینجا به اینجای یعقوب که بشه مثل کی؟ مثل عصاب بشه و میدانیم که بزغاله تازه شیطا کرده خیلی بدبوه
بوی قصبی میده میدنی خیلی بد بوی بایستی از بوشم بفهمه که این حساب نیست بیداره ببینه آمد جلو دستش رو گرفت اینجوری کرد این مو داره حیده این یه دیه حساب حقون قول یحقون صدا تو یحقون با دستش حساب که بیا بینم فرض بسرم مره ببوس ببینم مره ببوس رفت جلو بوسیدش دست بود گردن یکی مو داره گردن مو داره حالا ریبغا نیست اون لباس مخصوصی که از نمرود گرفت بود حساب هر وقت می رفت برای پدر خوراک برای اون می پوشید کتن یعقوب گفت که لباس حسابه درسته اما ببین بوی عطری میاد ریح بنی ببین بوی پسرم که ریح ساده اشی براخوا هشم مثل سهرهایی که اشی براخوا کرده مثل گنه دنی بوی گنه دن میده یه معجزه شد واقعا چون بوی کریه پوست بزغاله شد عطر خوشش آمد بالاخره خب ببینم بده بینه خوراکی را خورد تو عجب خوراکی امروز خادم العاده است ایساب بی خوبی خوراک نپخت نیاورده بودی تو خب دیگه خوراکی خورد نانم داد بهش یعینم خورد خوشحال شد خب یه فضله ببوسمه آیا تو ایساب هستی؟ بردن مشکوک ها تو عصب هستی؟ آنوخی نگم من عصب هستم آنوخی من هستم به برخاش کرد سوال میکنیم عصب چطور شد؟ عصب رفت زودی آهو گرفت آهو را بس به درخت کمی استراحت کنیم ملاخ آمد آهو را آزاد کرد رفت یه نیست یکی دیگه گرفت اونم آزاد شد خلاصه 4-5 تا آهو گرفت و آزاد شد تا آخری تو من که بگیری اگه دیور شده از اینکه غروبه آمد خانه زود کاسر هم نکرد و اگه وقت نبود را که رفت پخت اون موقعی عقب خارج شد اصلا آمد تو اگه یه دقیقه زودتر آمده بود تا آخره بود بله خواهکه را پخ آمد گفت که پدرم بلند شو از غذای پسرت بخور به براخاش کن گفت چی میگی پسر؟ تو کی هستی؟ گفت من عصاب هستم پسرت اولزاده که بس چی بود که آمد؟ گفت من عصاب هستم خوراک آورد خوردم خیلی هم خوشمزه بود و برخاش کردم گفت آی 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 این برادر مکار یه بار من گول زد امید که دوم میشه گفت چی؟ ها؟ یه باره چی بود؟ بازم فرده میگیم یه موقع در برای همیشه بارو خدا نهد عالم امین و امین